که حاکم میخواهد انسان به ماهو و انسان در رفاه باشه، یعنی زیست طبیعی او توأم با رنج و تعب و سختی نباشه. این یک گزاره عقلانی است، یعنی تورم نباشه، گرانی نباشه. اساساً خب عرضم همینه، در جامعه توسعه یافته، ولی در نظام حقوقی ما که تبیین هم میشه به کرات، میگه آقا هدف از خلقت انسان رفاه مادی نیست. وقتی میگه هدف از خلقت انسان رفاه مادی نیست و در قانون اساسی هم وظیفه حکومت در واقع تمشیت انسان در مسیر سیر الالله، رنج و سختی و تحمل گرانی و تورم تئوریزه میشه، میگه این از اقتضاعات در واقع زیست معنوی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. آقای اسم نبریم اخیراً در همین مناظرات انتخاباتی مطالب ایشون در حمایت از یکی از کاندیداها پخش میشد، میگفت آقا سراغ کاندیدایی نرید که دنبال توسعه است، سراغ کاندیدایی نرید که دنبال توسعه است. یعنی قرار نیست اصلا جمهوری اسلامی مردم توسعه، اون تفکر اصلا ضد قانون اساسی است، ولی عملا داره اجرا میشه. ما کاری به عمل نداریم. ببین بند 12 اصل سوم قانون اساسی، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میگه که در جمهوری اسلامی باید آن اقتصادی شکوفا بشود که هدف آن ایجاد و توسعه رفاه باشد. آقا اینو دیگه صراحتا آورده. بعد حالا یه عالم کم درس خوانده اینه نم در این ور کشور در اون ور کشور بیاد بگه آقا ما توسعه نمیپذیریم، خب این خلاف قانون اساسی است. این عبارت آیت الله خمینی است در سال 1357. آقای خمینی صریحا میگن ما علاوه بر این که دنیای شما رو آباد میکنیم، قرار شما رو به معنویت انسانی برسونیم. بنابراین حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ من اعتقاد دارم وقتی شما به خاطر اون شق دومش به سمت برخورد عقلانی و منطقی نمیرید. نگون الان شما تو همین جامعه، شما یه عبارتی اشاره کردید که این برای آدمای روشنفکر تو جامعه ایران جرمه، لیبرالیسم. نگون لیبرالیسم بنده اعتقاد دارم ریشش راسیونالیسمه. راسیونالیسم یعنی اصالت خرد و اندیشه. این اصالت خرد و اندیشه تا اونجایی که با وحی در تضاد نباشه اتفاقا مورد تایید اسلامه. من این جمله رو بارها از مرحوم آقای بهشتی شنیدم. اسلام کجا با رفاه ضده؟ اون یه قرائت روحانی استثنایی است. شورای نگهبان الان چنین شما کاملا درست داره. آقای شورای نگهبان سایر مقامات بنده شورای نگهبان انتخاب نکردم. شورای نگهبان از یک تفکر نکن. الان شما تو جامعه ما در انتخابات مجلس چه درصدی شرکت دارید؟ همین شهر تهران، شما در شهر تهران تو سال 1359 آقای فخرالدین حجازی با 1,000,000 بالای بر 250,000 رأی شده نفر اول، جمعیتی که اون روز 36 میلیون ایران داشتیم و تهران مثلا کمتر از 4 میلیون نفر جمعیت. امروز تهران با بالای 10,000,000 نفر جمعیت، در 12,000,000 نفر، ولی میبینید نماینده نفر اول 500,000 رأی. خب آقای دکتر علتش این است که مردم گمان میبرند سویه سیاستگذاری های اقتصادی علل خصوص عقلانی نیست. خب آفرین، یعنی منطبق با منافع ملی نیست. من به عنوان یک شهروند معمولی این مملکت اتفاقا آینده رو فوق العاده زیبا میبینم، به همین دلیل. یعنی مردم به دلیل اینکه فهم اجتماعیشون رفته بالا و حکومت نمیتونه امروز شما رادیو تلویزیون، شما شبکه‌های اجتماعی به مراتب از رادیو تلویزیون برد خبریشون بالاتره و مردم در اخبار رو متوجه میشن. مردم در، یعنی حتی جوانانی که در انقلاب 57 برای آقای خمینی جان میدادن، امروز رسیدن که با فقه سنتی توسعه امکان پذیر نیست. امروز به این فهم رسیدن که مشکلات بشری رو با این عقل زیبایی که خداوند به انسان ارزانی داشته به عنوان یک نعمت
می توانیم بر مشکلات فائق بیاییم و پیروز بشیم. البته ما موضوع، یعنی بحث ما ناظر به عقلانیتی که درون جامعه در حال رشد است نیست، ما خطابمون حاکمیته و داریم قانون اساسی رو نقد میکنیم. یعنی میگیم با توجه به اینکه حاکمیت سیاسی یه روال و رویه‌ای داره، یه ساختار و هنجاری داره، ما راجع به آموزش و پرورش، بهداشت، محیط زیست، چه چیزهای مثبتی گفته. شما همه‌شو نگاه میکنید، همه فنحری فعال مایشا دولته. یعنی در حوزه فرهنگ، در حوزه آموزش و پرورش، آموزش عالی، اقتصاد، اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، حالا حوزه سیاست که بماند. یعنی دولت مبسوط الید همه این ابعاد رو در اختیار گرفته، حاضرم نیست که برون سپاری بکنه. بعد من و شما میخواییم درون این ساختار سیاسی، درون این ساختار هنجاری و رفتاری از توسعه حرف بزنیم. ما میگیم آقا توسعه لازمش این است که دولت کوتاه بیاد، رها کنه، نظیر آنچه مثلا در ترکیه در 1984 اتفاق افتاد، در برزیل اتفاق افتاد، در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، در شیلی اتفاق افتاد. دولت رها کنه اقتصاد رو، خب؟ ولی در جمهوری اسلامی دولت به دو علت اقتصاد رو رها نمی‌کنه، هم اقتضاء ذات قدرت، هم اینکه به لحاظ نظری. یعنی دولت اعتقاد داره آقا من بعد اقتصاد دستم باشه که مردم رو بتونم هدایت کنم به سمت خدا، سیاست باید دستم باشه، فرهنگم باید دستم باشه. من دارم این ساختار رو میگم. شما الان ما میخواییم بیایم توسعه رو به عنوان یک گفتمان جا بندازیم و نخبگان سیاسی حاکمیت رو هم وارد این گفتمان کنیم، درسته؟ که اونا هم به این بیاندیشن. منتها اونا معتقدن به این قانون اساسی که بعد از 45 سال صرف نظر از متن، آقای دکتر یه عرفی هم داره، یعنی عرف قانون اساسی هم جز منابع حقوق اساسی ایرانه، میگه آقا نه من نمیخوام کنار برم، کل منابع اقتصادی باید در اختیار من باشه. شما سازمان خصوصی سازی چند سال تأسیس شده؟ فکر کنم 2 دهه، به گمانم 2 دهه میشه. من یه بار برای یه کار پژوهشی آقای دکتر رفتم سازمان خصوصی سازی، می‌خواستم برم کتابخونه در مورد خصوصی سازی در برزیل یه کاری انجام بدم. من گمان بردم الان میرم یک کتابخونه عظیمی در حد کتابخانه ملی ایران می‌بینم و با یک عظمت علمی مواجه میشم. گفتم ببخشید کتابخونه‌تون کجاست؟ اینا ما رو راهنمایی کردن، رفتیم کتابخونه، دم اون یه اتاق کوچیکی بود. گفتم خانم سلام، حالتون چطوره؟ کتابخونه‌تون رو. گفت بفرمایید اون در. من فکر کردم شوخی میکنه، چون اصلا به کتاب. بعد رفتم دیدم یه اتاق 6x6، 4 قفسه فلزی، یعنی پیچ کردن به دیوار، 10-15 کتاب توشه و یه 7-8 جزوه. بعد اومدم بیرون گفتم خانم، من میگم کتابخانه سازمان خصوصی سازی. گفت همین آقا. گفتم خانم جدی؟ گفت به والله همینه، اصلا کل کتابخونه اینه، هیچ چی دیگه نداریم. شما ببینید خصوصی سازی به کجا کشید. علتش این است که اراده ساختاری، اراده هنجاری و رفتاری وجود نداشت. شما این قانون اساسی داره بهت میگه آقا تو محکم بیست، قدرت رو تمام قد در همه ابعادش در اختیار بگیر. خب شما وقتی که دولت اینگونه تمامت خواهه، اینگونه یا حداقل آقای دکتر فهم غالب اینو میگه، یعنی فهم غالب جریان به زعم حضرت عالی اقتدارگرا، شما این توسعه رو چگونه میتونی در این ساختار، حالا اینو شما پاسخ بدید، بعد میخوام وارد مصادیق بشم. نگاه کنید شما همین نکته‌ای که همین کتابخانه‌ای که مثال زدید، شما در همین دولت آقای رئیسی 3 سال گذشته بزرگترین کتابخانه تخصصی کشور کتابخانه سازمان برنامه بود. این رو مسئولین وقت تصمیم گرفته بودن کتابخانه ای که نه اینکه ما بزرگترینیم، چون اونا دیگه کوچیکن تو کتابخانه تخصصی، این رو میخواستن ببرن توی سوله ای که در یه برنامه بنده
مناظره کردم با معاون پشتیبانی وقت سازمان برنامه که خوشبختانه عقب نشینی کردن آقایون. همین الان از یعنی قبلا من از تو خونمون کتابخونه سازمان برنامه رو میتونستم دسترسی پیدا بکنم 5 سال قبل، ولی الان محدودش کردن. خب این تفکر محدود نگر اومده قدرت رو به دست گرفته. ولی امروز یعنی شما در همین انتخابات اخیر، من که میگم نه اینکه آقای پزشکیان فیل هوا خواهد کرد، یه افقی حداقل کتابخانه تشکیلات کتابخانه سازمان برنامه مصادره نخواهد شد. شما نگاه کنید آقای دکتر، منم قبول دارم شما یک نشریه است در بریتانیا چاپ میشه به نام EIU Economist Intelligent Unit، یه واحد اطلاعات اقتصادی در لندن که هر 3 ماهی برای هر یعنی روند شاخص‌های اقتصادی رو پیش بینی می‌کنه، روند‌های سیاسی یعنی یه آوتلوکی از چشم انداز سیاسی، آوتلوک اقتصادی و قصه‌ها. خب ما این رو آبونه شده بودیم سازمان برنامه، یا ما اگر توی جلسه‌ای می‌رفتیم، من سال‌ها کارشناس سازمان برنامه بودم، اگه حرف اولو می‌زدم نه به دلیل مدرکم بود، به دلیل دانش ضمنی که در این سازمان پیدا کرده بودم، به دلیل منابعی که در دسترسم بود. خب شما نگاه کنید، غلام حسین کرباسچی شهردار تهران بود، در همین EIU Economist Intelligent Unit ایشون هنوز شهردار دستگیر نشده بود. پیش بینید یعنی در ماه فوریه، یعنی شماره‌ای که فوریه یا این EIU اومده بود، پیش بینی کرده بود در اواخر اپریل ایشون دستگیر میشه. من اینو وقتی خوندم اصلا تعجب کردم به دوستانم که آقای انگلیسی‌ها چطوری توی مملکت اینقدر اطلاعاتشون هنوز دست... و این اتفاق افتاد، یعنی غلام حسین کرباسچی دستگیر شد، ولی پیش بینیش رو اکونومیست کرده بود. خیلی برای من جالب بود. نه اینکه اونها ورد خوندن، اونها به دلیل دیتاها و اطلاعاتی که داشتن. بنابراین آقای دکتر، تو جامعه ما، من توی مملکت در زندگی میکنم، کاملا درک میکنم، منتها ما راهی جز انتخابات و انتخاب نداریم. احسن. یعنی اگر این قانون اساسی قرار تغییر کنه، که من معتقدم، من جز طرفداران در واقع بهینه سازی این قانون اساسی هستم، منتها راک باباد سطح آگاهی. الان تو جامعه ما خوشبختانه نسبت به سال 57 دیگه مردم نمیرن آقای خمینی رو توی ماه ببینن، ولی من این رو دیدم در 57. یا کن این تحول در جامعه من، یعنی ما موقعی اقتصادمون دولتی داشت میشد، مصادره ها که دنیا سمت خصوصی سازی بود. یعنی شما برید ادبیات سالهای اواخر دهه 70 رو بخونی. بنابراین این که الان خصوصی سازی خود آقایون رسید، منتها ما باید این نکته رو داشته باشیم در ایران تفکر محدود نه تحکم، تفکری که تحکمیه، دستوریه، این میخواد محدودیت ایجاد بکنه. دکتر چه اشکالی داره که در واقع تفکر توسعه محور مبتنی بر تحکم باشه؟ من اینو عرض میکنم، بعد آقای دکتر گرجی هم ورود بفرمایند. شما مدل چین رو دارید، مدل مثلا عربستان رو دارید، امارات متحده عربی رو دارید، قطر رو دارید، کره جنوبی رو دارید. کره جنوبی اول به لحاظ اقتصادی رشد میکنه و بعد به لحاظ دیکتاتوری صالح هست. عرضم همینه. یعنی میخوام بگم که الان بحثم اینه، الان روشن فکران ما آقای دکتر بحثشون اینه، مدام میگن آقا نظام سیاسی توسعه محور نیست، حتی ضد توسعه است. اخیرا یه گفتگوی آقای دکتر قوچانی داشتن با آقای دکتر غنی نژاد، این بحث مطرح بود. آقای دکتر غنی نژاد هم بارها گفتن آقا ساختار چیز است، دستوری است، یعنی از بالا. تا زمانی که این ساختار دستوری است، عقلانی نیست، توسعه اتفاق نمیفته. منظورش هم از عقلانیت این است که انسان به ماهو و انسان آزاد بشود، حقوق بنیادین او به رسمیت شناخته بشه، انتخابات آزاد در واقع به رسمیت شناخته بشه، گردش آزاد اطلاعات و اخبار باشه. من از حضرت عالی سوال میکنم، وقتی این ساختار به من اجازه توسعه لیبرالی نمیده، چه اجازه، چه اشکالی داره که ما به دولت اجازه بدیم با تحکم در واقع توسعه رو محقق کنه؟ مگر شاه در دهه 40 نتونست این کارو بکنه؟ از من پاسخ بدم، من یه نکته رو بگم. یکون شاه، یکی از ایرادات شاه، حالا خیلی ها حتی من میخواستم حضرت عالی این رو حتما من خواهش کنم باید دکتر نظر. یکون شاه یکی از ایراداتش، اشکالاتش این بود که
عناصر تکنوکرات رو کنار زد. یعنی شما برنامه چهارم وقتی میبینید خوب داشت عمل میکرد، چهارم اقتصادی بین سالهای 1346 تا 51 نرخ رشد ایران دو رقمی شده بود، نرخ تورم زیر 5%، بیکاری نزدیک صفر و خوب اقتصاد ایران. یعنی عناصر تکنوکرات در سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، عناصر هاروارد دیده بودن، عناصری که از بهترین دانشگاه‌های دنیا به اصطلاح مدرک داشتن و سوابق تجربی داشتن، مشاور بانک جهانی بودن، کار کرده بودن و غیره لحاظ. ولی شاه وقتی قیمت نفت تو سال 1973 افزایش پیدا میکنه، بیش از دو برابر میشه، شاه چون سیستم دستوری برخورد میکنه، تکنوکرات‌ها رو کنار میزنه. یعنی عناصر یکی از علل سقوط رژیم شاه کنار گذاشتن، به قول مرحوم بازرگان میگو انقلاب ایران دو رهبر داشت، یکی آقای خمینی، یکی هم محمد رضا شاه، و این تحکم بود. این حتی میفرمایید ما الان همین داستان رو الان هم داریم. شما الان بعد از انقلاب بهترین برنامه از من بپرسید به عنوان یک کارشناس اقتصادی، میگم برنامه سوم دولت محمد خاتمی. نه اینکه آقای خاتمی فیل هوا کرد، حداقل 70% اهداف برنامه تحقق پیدا کرد. چرا؟ محمد خاتمی با دنیا مؤدب صحبت کرد، علارغم محدودیت‌هایی داشت، علارغم اون محدودیت‌های یزدی که داشت، و روش تحکم رو کنار گذاشت. بنابراین من بحثم اینه، در جامعه ایران آقای دکتر من می‌خوام این نوید رو به شما بدم، بچه‌های این آقایون، همین آقایونی که حاکمن، آقایونی که قدرت تحکمی دارن، دیگه باباها رو قبول ندارن. خیلی از اینا در انتخابات من اطلاع موثق دارم، در انتخابات پدر خودش رو در آورد که این بچه‌ها رو پای صندوق بکشونه، ولی بچه‌ها نیومدن. چرا این اتفاق در خانواده کسانی که در واقع ارزشی هستند ها؟ بنابراین من به خاطر همین تحولات آینده ایران رو با دید زیبا می‌بینم و اعتقاد دارم ایران و ایران جامعهش فرق داره. نکن در چین شما مثال زدید، در چین درسته که سیستم تحکمی هست در چارچوب حزب کمونیست، ولی اونجا کارایی حرف اولو میزنه. یعنی تو سیستم مهم نیست، به قول تنگ شیاپینگ، شما مهم اینه که این گربه موش بگیره، سیاسفیدش مهم نیست، میخواد بحث کارایی اونجا مطرح است. در جامعه من میبینم مثلا شما کسی رو میذارید استاندار که طرف خونه‌شو نمیتونه اداره کنه، کسی رو میذارید فرماندار که ایشون یه مدرسه ابتدایی رو نمیتونه اداره کنه. خب این ها محکوم به شکسته. ما چرا عقب گرد کردیم؟ شما برید ببینید، من به شما الان آمار میدم، از قرارداد دارسی دوره ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت رضا شاه ما 500 میلیون دلار نفت فروختیم، یعنی نیم میلیارد دلار. از شهریور 20 تا انقلاب 57 136 میلیارد، یعنی پدر به اضافه پسر 136.5 میلیارد نفت فروخت. از انقلاب 57 تا پایان حکومت احمدی نژاد، یعنی سال 1392، ما بالغ بر 1100 میلیارد دلار فقط نفت خام فروختیم که حدود 595 میلیارد دلارش در دولت محمود احمدی نژاد بود. ولی چرا کشور وقتی احمد نژاد تحویل میداد نرخ رشد اقتصادی منهای 6.8% منفی، نرخ تورم بالای 35%؟ به دلیل اینکه اون عنصر زیبای عقلانیت رخت بربسته بود. خب نکته همینجاست آقای دکتر، من عرضم همینه. آقای دکتر گرجی، آقای دکتر پازوکی به توضیح دادن، من مثال چین رو زدم، امارات، عربستان و امثالهم، یعنی عرض کردم که احتمال وجود داره که در قالب یک سیستم مبتنی بر سلسله مراتب و تحکم و دستور از بالا به پایین هم توسعه اقتصادی رخ بده. آقای دکتر فرمودن، ضمن این که تایید کردن، گفتن خب مثلا شاه اون ساختار رو هم، اون سیستم رو هم، اقتضائاتش رو رعایت نکرد، تکنوکرات ها رو اخراج کرد. من از حضرت عالی سوال میکنم که ما وقتی روشنفکران ما مدام هی از توسعه حرف میزنن، علل خصوص توسعه اقتصادی، تکلیف خودشون رو با ساختار حقوقی روشن نمیکنن. چرا؟ برای اینکه واهمه دارن، نگرانن که اگر بخوان از ایرادات و اشکالات قانون اساسی حرف بزنن هزینه ای داشته باشه. کمابیش همه ما هم این مشکل رو داریم، بی تعارف.
من عرضم این است که حضرت عالی به عنوان یک حقوقدان که در حوزه حقوق اساسی ایران هم صاحب تألیفات و نظرات متفاوتی هستید، این ساختار چه نوع توسعه‌ای رو به ما اجازه میده؟ توسعه اقتدارگرایانه یا توسعه انسان محور دموکراتیک؟ من سوال مشخصم از حضرت عالی. بله، خیلی متشکرم که نوبت به ما رسید. من میخوام که کوتاه سخن بگیم، تند و تند بچرخه که بله بله، خیلی ممنونم. ببینید، من تصورم این هست که در گفتگوها به ویژه در برداشت‌های جناب عالی اصلا مقام بحث‌ها با هم خلط میشه. خب ما یه وقتی هست مثلا میایم بگیم آقا در مقام نظر و روی مثلا این متن قانون اساسی به اصطلاح بایدهای قانون اساسی به ما داره اینو میگه، بعد یه وقتی هم هست که میگیم آقا این وضعیت فعلی چگونه است، هست ها در واقع چگونه است. من تصورم اینه که شما در حقیقت خیلی وقتها هستنگارانه میای واقعیت‌های موجود رو در حقیقت غالب می‌کنی بر همه قانون اساسی، در حالی که خب همه قانون اساسی الزاماً اون واقعیتی که شما به درستی داری توصیف می‌کنی نیست. خب اینو ما در حقیقت باید بهش توجه بکنیم. بنابراین در مقام بایدها، یعنی در متن قانون اساسی، ما همون جوری که ابتدای سخن عرض کردم یک شیوه واحد رو نمیتونیم استخراج بکنیم، چون مؤلفه های پارادوکسیکالی در قانون اساسی گنجانده شده و ناشیگری های زیادی در نگارش قانون اساسی رخ داده و تخصص گرایی به معنای دقیق کلمه در مهندسی نظام در واقع مندرج در قانون اساسی وجود نداشته. اون تخصص گرایی ما شاهد این بلبشویی که الان در گفتارهای ما هست در خود قانون اساسی هم هستیم. بنابراین به همین دلیل که باز من تکرار میکنم سخنم رو که در قانون اساسی در مقام نظر شما میتوانید مؤلفه هایی که برای توسعه، برای دموکراسی، برای نظام حقها و آزادی ها ضروری هستن، این مؤلفه ها رو به هر حال استخراج بکنید. حالا اینکه چرا استخراج نشده، خب اینو باید روش بحث کرد. آیا برمیگرده به جغرافیای ما آقای دکتر؟ آیا اینکه این مؤلفه های آزادی مدار، حق مدار، انسان مدادی که تو قانون اساسی ما وجود داره به محاق رفته، آیا علتش برمیگرده به اون خلق و خوی تاریخی ما ایرانیان که بیشتر در واقع یک جورایی حکمرانی تحکمی رو میپسندیم، حکمرانی اقتدارگرا رو میپسندیم؟ به چی برمیگرده؟ به این فرهنگه؟ اصلا برمیگرده به سنتی بودن اقتصاد ما؟ آقای دکتر پازوکی عزیز، ما اول باید اقتصاد رو درست کنیم یا بعد به اصطلاح اول باید قانون اساسیه رو درست کنیم؟ ما در واقع یه مقداری هنوز در این زمینه سرگردانیم. اما اون چیزی که من معلم حقوق میتونم خدمت شما بگم دقیقا اینه: اگر اراده‌ای وجود داشته باشد که بخواهد به صدای جامعه، به صدای نسل جوانی که آقای دکتر پازوکی داره به درستی اشاره میکنه گوش بده و تسلیم نگاه نسل جوان و این حاکمان واقعی یعنی مردم بشود،
این قانون اساسی مانعی برای اون نمی تراشد. من فکر نکنید که به اصطلاح این قانون اساسی رو دارم تقدیس میکنم، نه، از نظر من هیچ قانون اساسی مقدس نیست. این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ده ها اشکال داره، ولی میخوام صحبتم رو به شما اینجوری در واقع بیان بکنم که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیباترین و گاهی اوقات آقای دکتر پازوکی دقیق ترین جملات رو درباره حقوق و آزادی ها داره. اصل 22 قانون اساسی ما میگه که حیثیت، جان، مال و حقهای آدمی از جمله حق بر مسکن او از هر گونه تعرض مسئولیت دارد. خب ببخشید، شما در لیبرال ترین قوانین اساسی هم همین جملات رو میابید. اما مشکل کجاست؟ مشکل آنجاست که ما هنگامی که مسئله ساختارها و نهادها و توزیع اقتدارها و صلاحیتها مطرح میشه، اونجا دیگه اصلا یادمون میره که این قدرت و این ساختار باید در خدمت اون فصل سوم باشه. آقای دکتر بیات عزیز، دکتر شما اصل 49 هم داره؟ یعنی وقتی از اصل 22 میفرمایید به اصل 49 هم بپردازید. حالا عرض میکنم نکته ایست. بله، شما و کسان دیگری که از اصل 4 قانون اساسی استفاده میکنند برای کمرنگ کردن حقوق و آزادی ها، حالا یا شما در مقام توصیف، اونها در مقام تجویز، باید حواستون به این باشه که هیچ اصلی در قانون اساسی مهمتر از اصول مربوط به حقها و آزادی ها نیست. بنابراین چه اصل ولایت فقیهش، دیگه بالاتر از این که ما نداریم، چه اصول مربوط به ریاست جمهوریش، چه اصول مربوط به قوه مقننه‌اش، چه اصول مربوط به اصطلاح قوه قضاییه‌اش، هیچ کدام از این اصول نباید به گونه ای تفسیر و اجرا بشوند که مثلا اصل 22 حیثیت، جان، مال، کرامت و حقها و آزادی های انسان مخدوش بشود. آقا قانون اساسی داره اینو میگه. اگه من مجری قانون اساسی باشم، قانون اساسی رو دقیقا این گونه اجرا خواهم کرد. اما فعلا دیگران مجری قانون اساسی هستند و در واقع قانون اساسی رو با نگاه اقتدارگرایانه اجرا میکنه. خب ببینید، اصل 49 به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هر حال اصلی است که دنبال این هست که به یک معنا استثناءاتی رو مثلا بر اصل 48 بزنه. اصل 48 چی میگه آقای دکتر؟ میگه مالکیت شخصی محترمه. اصل 47. اصل 48 قانون اساسی. خب اصل 47 مصخایی میکنم من یه مقدار. خب اصل 47 قانون اساسی میگه مالکیت شخصی به اصطلاح محترمه. اصل 46 چی میگه؟ میگه هر کس مالک کسب و کار مشروع خود است و هیچ کس نمیتواند به عنوان اینکه مالک است، یعنی مالک کسب و کار خود هست، امکان کسب و کار را از دیگری بگیرد. آقا شما اگر به اقتصاد لسفری قائل باشی میتونی بگی ببینید این اصل 46
اینجا به من اجازه اقتصاد لسفری رو میده. خب اما ما چه کار کردیم؟ ما دقیقاً معکوس این مسیر حرکت کردیم. ما دقیقاً اومدیم در حوزه اقتصاد به جای اینکه اصل رو بر این دو اصل 47 و 46 قرار بدیم، اومدیم در واقع در بسیاری از موارد اصل 49 رو در واقع برجسته کردیم. اصل 49 چی میگه؟ میگه دولت موظف از ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری‌ها و معاملات دولتی و اینها رو، یعنی در واقع اون ثروت‌هایی که به صورت نامشروع به اصطلاح به دست آمده رو گرفته و به صاحبان حق رد کند. خب ببین شما همینم وقتی ظاهرش رو در واقع نگاه میکنی میبینی که بالاخره این ایده بدی نیست. آقا من اومدم یک ثروت قاصبانه ای رو به دست آوردم، خب خیلی عالیه که دولت بیاد در واقع به شمایی که من ثروت شما رو غصب کردم کمک بکنه، حق شما رو بهتون، یعنی تشخیص مشروعیت بده. مالکیت با دولته، اجازه بده. خب میخوام خدمت شما اینو بگم که در حقیقت حتی همین اصل 49 هم اگر در واقع یک نگاه مبتنی بر اصالت حق، اصالت مالکیت، اصالت آزادی کسب و کاری بهش میشد، حتی همین اصل 49 هم میتونست اینگونه که الان داره اجرا میشه اجرا نشه. ما الان اصل 49 رو تبدیل کردیم به یک چماقی برای در واقع کوبیدن سرمایه داری. وای دکتر، تشخیصش رو به دولت واگذار کردیم. خب حالا سوال اینجاست، تشخیص مشروعیت مالکیت اساساً در یک جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار و شناسایی حق بر مالکیت با دولت؟ نه ببین، حالا با دولت، دولت به مفهوم حاکمیت نه به مفهوم خود قانون اساسی هم میگه اجرای این حکم باید اولا مبتنی بر تشریفات باشه، مبتنی بر رسیدگی باشه. یعنی در واقع اونجوری نیست که حالا علامه نایینی هم تو کتابش میگه که آقا حاکم مملکت و مافیها رو مسخر خویش انگارد. اینجوری نیست که اصل 49 بیاد بگه که آقا در حقیقت مالکیت مردم رو حاکم میتونه همین جوری به هیچ بینگارد. خب عملا اتفاق خب افتاده دیگه آقای دکتر. گفتم ببینید، شما دارید مقام نظر، مقام باید رو ما از که از مقام هست که نمیتونیم رها کنیم، از مقام، یعنی اینها رو دارید با هم تفکیک میکنید. حالا من البته به اصل 49 دارید با هم قاطی میکنید اینها رو. خب به اصل 49 هم میشود انتقاد کرد، از غذا انتقاد خب دارید. خب منتها من میخوام خدمت شما بگم که آقا اگر شما یه زمانی حاکم شدی، بیا در حقیقت چه کار کن؟ بیا اصل 47 رو اصالت بده، مالکیت خصوصی رو اصالت بده، اصل 46 رو آزادی کسب و کار رو در واقع اصالت بده و اصل 49 رو فقط به گونه ای تفسیر کن در موارد شاذ و نادر، خاص، خیلی خاص. دقیقاً که خلاصه ببین اگر شما اینجوری بیای اصل 49 رو تفسیر کنی، احتمالاً به همون نتیجه‌ای برسی که اقتصادهای توسعه یافته. خب آقای دکتر، مشکل اینجاست که حضرت عالی میگه اگر شما حاکم شدید شما این گونه تفسیر کنید. من عرضم این است که قانون اساسی اصلا اجازه تفسیر متفاوت به حاکم رو نباید بده. الان حاکم میگه از این ور مالکیت، از این ور مالکیت مشروعه،
از اون ورم به دولت و به حاکمیت اجازه داده شده به تشخیص خودش آنچه رو که نامشروع قلم داد کرده در واقع به تشخیص خودش به تشخیص قانون نه دیگه در اختیار دولت دیگه شما نمونه شو در فرانسه دارید اجازه شما بدید شما الان تو اقتصاد ایران در بلژیک و این نمونه رو دارید فرمایید الان در اقتصاد ایران آقای دکتر عزیز یک طبقه جدید به وجود اومده این اینو سوال بنده شما در اروپا یک کشور اروپایی روسیه رو عرض نمی کنم روسیه که داستانش مت یک کشور اروپایی به صورت خاص مثال بزنید که یعنی نظام‌های دموکراتیک پیشرفته که مشروعیت دارایی تشخیصش با دولت باشه بالاخره بدونیم بینندگان ما این رو بدونن که دولت تشخیص میده مثلا آقای برلوسکونی مثلا در ایتالیا آقای برلوسکونی دارایی متعددی داشت دولت میاد میگه آقا من به این جنبندی رسیدم که مالکیت شما مثلا بر باشگاه آس میلان نامشروعه و این مالکیت رو از شما میگیرم من عرضم این است که مالکیت آقای برلوسکونی بر باشگاه آس میلان در طول زمان در چارچوب قانون و بر اساس بنیانهای نظری حق محور شکل گرفته و دولت اساساً ورودی در مقوله مشروعیت مالکیت نداره ولی در جمهوری اسلامی در این قانون اساسی دولت میتونه در مورد مشروعیت مال شما یعنی در واقع اصل بر عدم مالکیت مگر اینکه خلافش ثابت بشه شما سند مالکیت هم به نامت باشه دولت میتواند به این بهانه که مال نامشروع کسب شده اینو در واقع از شما بستانه چه در قالب احکام قضایی و احتمالاً قوالب دیگر من عرضم این است که این ضد توسعه است یعنی وقتی که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده متزلزله ضد توسعه است من عرضم این است که این رو تبیین بکنیم که آیا واقعاً در این چارچوب ما میتونیم بریم سراغ انباشت سرمایه میتونیم بریم سراغ تولید میتونیم بریم سراغ تجارت اینو من از آقای دکتر اجازه ببینید خب در عمل همین اتفاقی افتاده که شما میفرمایید و ما هم نقد میکنیم این برداشت های نامتوازن و نامتقارن و غیر اصولی از به اصطلاح اصل 49 قانون اساسی رو اما بنده به زرس قاطع خدمت شما عرض میکنم در همه کشورهای دموکراتیک در همه کشورهای توسعه یافته هر گونه ثروت ناشی از رشوه هر گونه ثروت ناشی از اختلاس هر گونه ثروت ناشی از به اصطلاح سرقت سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های مثلا موات یا زمین های عمومی نامشروع تلقی می شود و قوه قضاییه و حکومت در با جدیت تمام برای بازپسگیری آنها اقدام می کند این دقیقا همون چیزیست که اصل 49 قانون اساسی مثلا کدوم کشور؟ فرانسه، آمریکا، مالزی آخه در کدوم کشور هست که رشوه آزاد باشه؟ در کدوم کشور هست که اختلاس آزاد باشه؟ در کدوم کشور هست که ثروت ناشی از دزدی آشکار به اصطلاح مجاز باشه عزیز من ببینید من میخوام بگم نقدی که به قانون اساسی میکنیم حواسمون باشه آقای دکتر پس مصادیقش رو هم که در قانون اومده حضرت عالی عنایت بفرمایید دارم همین رو میگم دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ببین آقای دکتر اصلا خود بحث ربا که در قانون اساسی حالا ما بقیش هم هست که قانون اساسی جرم انگاری کرده یه موضوع ضد توسعه است شما الان نظام بانکداری ما چرا رفته سراغ کار اقتصادی به وظیفه اصلیش نمیپردازه برای اینکه گقش رو گرفتن که آقا تو داری کار ربا میگیری و بردن ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا که این رباست در واقع بانک ها خارج شدن از چارچوب وظایف اصلیشون اصلا چرا در قانون ما در قوانین ما ربا جرم انگاری شده حالا پس ببین آقای دکتر یکیش آقای دکتر حالا باقیش هم پس من بپردازیم بیشتر مواردی که در اصل 49 ذکر شده
مواردی است که هیچ حقوقدان منصفی اونا رو به عنوان منشأ ثروت نمیپذیره. بخش مترقی قانون اساسی است. خب اما شما نقدت کجاست؟ آقا شما که آقای دکتر بیات، شما که نمیای هرگز شما نخواهی گفت که من، یعنی شما مدافع ثروت ناشی از در واقع نمیدونم دزدی و اختلاس و رشوه و زمین‌های غصبی هستی. هرگز شما چنین حرفی رو نمیزنی. بدونش. پس بنابر این حالا که قانون اساسی در اصل 49 هم همین حرفا رو زده، پس ما میتوانیم بگوییم بابا این قانونگذار اساسی یه نیت خیری داشته اینجا، منتها به نظر من یه مواردی رو زیاده روی کرده. خب یه مواردی رو زیاده روی کرده و مهمتر از همه این که آقا در عمل این اصل 49 به سمت کجروی رفته. این اصل 49 در بسیاری از موارد باعث شده که تولید کننده ما رو در واقع سرکوب کنن. اشاره کرده آقای دکتر به اتفاقاتی که برای برخی از کارخانه دارهای ما، تولید کنندگان بزرگ ما در اوایل انقلاب رخ داد به اصطلاح. خب بنابراین ببین، من میخوام خدمت شما بگم که یه وقتهایی هست ما میایم کل اصل 49 رو میگیم آقا این اصل اصلا همش داره غلط میگه و ما مطلقا ردش میکنیم. یه وقتی هم هست میگیم نه بابا این حرفای خوبی زده، ضد فساده. اصل 49 ضد، یعنی فساد ستیزترین اصل قانون اساسی است. اما چی؟ اما آیا در عمل هم این اصل همینجوری استفاده شده؟ آقای دکتر، آیین‌نامه اصل 49 رو حضرت عالی مطالعه بکنید. بعد اون وقت این ایراد من مطرح است. من فقط یه مثال بزنم، محضر آقای دکتر باشیم، بریم وارد مصادیق بشیم. من یه پرونده ای داشتم، بحث مشروعیت مال مطرح بود. اونجا میدونید قاضی چه سوالی کرد؟ از موکل من سوال کرد که چون ابهام وجود داشت که موکل من مالی که به او منتقل شده ریشه در واقع مالکیتی داره که مالکش وابستگی به رژیم شاه داشته یا خیر. یه ابهام این چنینی بود. ایشون شروع کرد، وقتی که اون ابهام قوی شد پرسید، گفتش که موکل شما خمس میده یا نه، زکات میپردازه یا نه. بعد موکل منم یه فرد 87-8 ساله که نابینا هم بود، ایشون گفتش که یعنی اصلا نمیدونست داستان چیه. من گفتم بله خمس میپردازه. بعد شناسنامه ایشون رو نگاه کردید، اسم همسرش مادلینه. پرسید که همسر شما خارجیه؟ عجب. یعنی در واقع اصلا سوالاتی که داشت میکرد برای اینکه مالکیت مشروع موکل من رو نسبت به اون ملک احراز بکنه یا نه، اصلا ربطی به این مباحثی که شما میفرمایید نداشت. و نگاه اقتدارگرایانه عملیاتی رو در همه عرض حاکم کرد، عملیاتی شده، مستحضرید. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی وقتی شما قانون اساسی ماده اصل 49 رو مطرح میکنید، ما به رویه عملی هم نگاه میکنیم. میشه عرف قانون اساسی قبول نداریم، میشه اون عرفی که الان جاری و ساری است. خب آقای دکتر، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، ما وارد مصادیق بشیم. ما از توسعه گفتیم، من مطالبی رو مطرح کردم مبنی بر آنکه این قانون اساسی علارغم مزایایی که داره، علارغم پتانسیل و ظرفیت‌هایی که داره، به گمان من دچار نقصان جدی است، دچار ابهام و اجمال جدی هم هست. و برای بنده و شما و آقای دکتر گوجی و سایر کسانی که در این حوزه کار نظری می‌کنن، چون می‌خوان در چارچوب این ساختار، در چارچوب این ساختار این قانون اساسی توسعه را در واقع امکان پذیر بکنن، سوال مطرح میشه دیگه. خب ما اگر میخواستیم ساختار رو ازش رد بشیم، به اپوزیسیون تبدیل میشدیم، به برانداز تبدیل میشدیم که اصلا دیگه این بحث مطرح نبود.
ما میگفتیم نه دیگه، اصلا کلش رو باید بذاریم کنار و یک ساختار جدید و تشکیلات جدید و اینها. منتها ما قائل به اون در واقع نظر نیستیم و اعتقاد داریم که باید قانون اساسی درش تغییراتی ایجاد بشه، اصلاحاتی باشه و امثالا. من با توضیحاتی که داده شد و خودم عرض کردم محضر شما و بینندگان عزیز، نظام حقوقی ایران رو یه نظام حقوقی تاریخی استبداد زده، مذهبی و ایدئولوژیک میدانم که در عین حال متأثر از اندیشه های مدرن هم هست که از بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه عملا درون قانون اساسی ما جاری و ساری شده. اما این قانون اساسی با همه مزایایی که داره در مقام عمل نتوانسته است جلوه های آزادی خواهانه، عدالت گرایانه و توسعه محور خیش رو درون قوانین عادی و در واقع رفتار حکام به منصه ظهور برسونه. حضرت عالی فرمودید که این قانون اساسی با کرامت انسانی در تعارض نیست، با توسعه در تعارض نیست، با مالکیت در تعارض نیست. خب ما ناچاریم نمیخوایم برای اینکه بریم کشور رو اداره کنیم که نمیریم سراغ قانون اساسی، میریم سراغ قانون مدنی، میریم سراغ قانون تجارت، میریم سراغ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین. ما نگاه میکنیم میبینیم در این حوزه نظام حقوقی ما خیلی کهنه است، خیلی فشل، خیلی سهل‌انگار و تنبله. مثلا قانون مدنی ما قانون پیشرفته ای بوده در زمان خودش، سال 1298 بحثا برای در واقع تصویب این قانون در زمان احمدشاه مطرح میشه، 1307 جلد اولش در واقع تصویب میشه. شما برید سراغ جلد اول قانون مدنی، من آوردم، کاملا متأثر از اقتصاد فئودالی و کشاورزی است، یعنی مبین اون ساختار اقتصادی است. هنوز که هنوز هست، هنوز شما در قانون مدنی باب مزارعه و مساقات دارید، شفعه دارید، نمیدونم و امثال هم. اینها چه نسبتی اصلا با نظام به شدت متحول تکنولوژی اقتصادی امروز ایران داره؟ قانون تجارت ما مصوب سال 1311 است که بر مبنای کد 1807 بازرگانی فرانسه در زمان ناپلئون در واقع تصویب شده. کمترین تغییرات در این قانون تجارت اتفاق افتاد. حالا قانون تجارت الکترونیک هم بذاریم کنار که به یک بخش محدود از کلیت تجارت در واقع میپردازه. قانون مجازات اسلامی ما به شدت سنتی و ایدئولوژیکه. این قانون مجازات اسلامی یه بخشهایش با توسعه به شدت ناسازگاره. سیاست کیفری در جمهوری اسلامی آقای دکتر مجرم زداست، نه جرم زدا، یعنی مجرم رو از صفحه روزگار محو میکنه، جرم رو محو نمیکنه. در یک بخشایش با حقوق و آزادی های بنیادین که مبنای در واقع توسعه متوازنه در تعارض میفته. من سوالم از حضرت عالی این است که با مصادیقی که من مطرح کردم و مصادیقی که حضرت عالی احتمالاً مطرح می‌فرمایید، ما همین الان هم دچار مشکل هستیم، یعنی هر کار سیاست‌گذاری توسعه محورانه ما با این معاذیر مواجه است، با این صدهای صدید برخورد می‌کنه. یک سوال خوبی مطرح کردید. یکون همین قانون مدنی، تازه رسیدیم به اصل بحث. بله. قانون مدنی ایران که حالا تخصص آقای دکتر گرجی و دوستانشون هست، ولی در زمان خودش همونطور که اشاره کردید جزو قانون مترقی بوده و علارغم که 80 سال گذشته ولی هنوز همین آقایون نتونستن دو تا بندش رو تغییر بدن، دو تا مادهش رو تغییر بدن. بنابراین اینکه قانون مدنی بروز بشه، یعنی با توجه به مقتضی، چون قانون مدنی که آیه قرآن نیستش که، قابل نقد هست، قابل بررسی است، منتها من نگرانم، نگاه کنید
اگر الان تفکر قالبی که در شورای محترم نگهبان فعلی وجود داره حاکم بشه، قانون مدنی ایران قطعا بدونید از اینی که هست بدتر خواهد شد، شما شک نکنید. بنابراین ما این باید کمک بکنیم، یعنی جامعه ایران به نظر من مردم ایران یک مردم توسعه خواه هستن. شما همونطور که در قسمت اول اشاره کردید، مردم آزادی خواهی رو میخوان، حقوق انسانی رو میخوان، کرامت انسانی رو میخوان، همه ما اینا رو قبول داریم. ولی ما باید بفهمیم که جهان مدرن رو اندیشه های مدرن اداره میکنن، نه ابزارهای مدرن. نگاه کنید، شما الان تشریف ببرید به قطر، آخرین مدل بنز رو دارن سوار میشن، بهترین هتل رو دارن، بهترین نمیدونم کاخ رو دارن به عنوان مسکن و خیلی از این امکانات رو. ولی جامعه قطر جامعه توسعه یافته نیست، چون هنوز فرهنگ بدوی، هنوز فرهنگ سنتی قبل از دوران انقلاب صنعتی بر اون جامعه حاکمه. بنابراین من بحثم اینه، اینکه قانون باید اصلاح بشه، قطعا باید در جهت توسعه اصلاح بشه. ما اگر میخوایم زیست خردمندانه داشته باشیم، زیست عقلانی داشته باشیم، با دنیای سنتی، سنتی منظورم سنتی ائمه اطهار نیست، اشتباه نشه، منظور من از سنتی منظورم دنیای قبل از انقلاب صنعتی است. ما الان یه تفکری در ایران متاسفانه خیلی هم قدرت داره، در ایران رو برمیگردونه به دوران قبل از انقلاب صنعتی و این روش دموده شده، یعنی این رو نه تنها جامعه نمیپذیره، حتی خانواده های اون فرد هم پذیرای اون اندیشه های واپسگرا نیستن. بنابراین من بحثم رو خلاصه کنم، ما اگر خواهان توسعه هستیم که هستیم به نظر من، ما راهی نداریم، ما دو راه داریم، یا با توسعه پیدا کنیم به سمت توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، یا عقب گرد بکنیم. رای سوم من بلد نیستم. خب این نظام قانونگذاری الان این نظام قانونگذاری، بنابراین من الان جامعه ایران رو همین از همین سوالی که شما میفرمایید، یا کنید شما الان اصل 49 قانون اساسی به نظر من جزء اصول مترقی قانون اساسی است. چرا؟ چون رانت الان تو اقتصاد ایران، آقای دکتر من به شما اثبات میکنم با عدد و رقم که یه طبقه جدید در جمهوری اسلامی به مکنت رسیده، به ثروت رسیده، نه نشأت از کار و تلاش و مالکیت مشروع، نشأت از رانت، نشأت از فساد. اصل 49 میره سراغ این رانت؟ خب باید نمیره، چون خود دولت تولید کننده رانت، دولت متمرکز، اقتصاد متمرکز دولتی رانت تولید میکنه. دولت اصلا کارفرمای خوبی نیست، دولت یک وظایفی در قانون اساسی داره. نکن اصل اینه که شما به عنوان بخش خصوص اصل 47 رو خود شما خوندید، اینکه آزاده، یعنی از کار و تلاش به مکنت و ثروت برسه و هیچ محدودیت هم نیست. اصلا به اعتقاد من، به اعتقاد کارشناسی من، ما نمیتونیم محدود بکنیم. ولی وقتی من میبینم سیستم بانکی من میاد به یه آقایی 40,000 میلیارد تومان وام میده و این آقا میره فرض بفرمایید یه مال بسیار بزرگی رو به وجود میاره و در اتفاقا زرنگ هم هست، در درون اون دوتا مسجد هم میسازه و میاد و در واقع به جایی که به تعهداتش به بانک عمل نمیکنه، بخشی از اون ثروت هم از کشور خارج میکنه، خب قطعا باید قانون اینجا ورود پیدا بکنه. کجاست؟ خب عرض کردم من که مسئول اجرای قانون نیستم. نه من، آقای دکتر گفت اصل 49، من میگم اصل 49 در یه ساختار، آقای دکتر مبتنی بر اقتصاد بازار دولت کوچیکه. من جواب شما رو بدم، همون من در مقدمه صحبتم عرض کردم، الان یکی از کسانی که جمهوری اسلامی ناجوان مردانه اموالش رو مصادره کرد، مرحوم محمد تاج محمد تقی برخوردار، صاحب همین پارسلیکتریک، خوب داشته باش. یکی دیگه آقای در واقع صاحب کفش ملی رحیم ایروانی بود، یکی دیگه باز معرفی بکنم لاجوردی ها صاحب گروه صنعتی بهشهر که الان محل اداریشون شده وزارت آموزش و پرورش و محلی که آموزش میدادن پرسنل شده دانشگاه امام صادق. به نظر من دانشگاه امام صادق توی جای قصبی است، حالا
بر اساس فرهنگ دینی. آقای دکتر نوجوان مردانه آقای... نبود، بر اساس یک اندیشه بود. اجازه بفرمایید. برای همین من به شما خبر میدم که شنوندگان خلاف قانون است. سه جلد آقای دکتر اجازه بدید این خبر رو. سه جلد کتاب راجع به همین سه نفر نوشته شده. بله. یکی از استادای دانشکده جامعه شناسی آقای دکتر سعیدی کتابی نوشتن با آقای شیرینکار. موقعیت تجارت و صنعت در ایران عصر پهلوی. جلد اول راجع به خاندان لاجوردی، جلد دوم راجع به خاندان محمد تقی برخوردار، جلد سوم راجع به عبدالرحیم ایروانی صاحب کفش ملی که اموال اینها. من امروز صراحتا به شما میگویم، من که اون روز نمیدونستم، اصلا اطلاع نداشتم اینا چه کاره. وقتی این کتاب رو جلد دومش رو که میخوندم، جلسه میگذارن در دولت مرحوم بازرگان، نماینده بخش خصوصی آقای برخوردار بود. برخوردار بلند میشه اونجا، من این قسمت رو وقتی میخوندم اشک ناخودآگاه میومد. شما الان دو ساعت مداحی بکنید من یه اشک از چشمم نمیاد، ولی جایی که حقوق یک مظلوم رو ببینم ناخودآگاه. محمد تقی برخوردار تو اون جلسه دست بلند میکنه، آقای مهندس بازرگان میگه بفرمایید، میگه آقا برید تحقیق کنید این اموال ما رو، اگر دیدید که این از محل وابستگی به سیستم شاه بوده، رانت بوده، فساد بوده، همش مال جمهوری اسلام، ولی اگر تحقیق کردید دیدید نیست، 10% این اموال رو به ما بدید، کارخونه رو 90% شما می نویسیم با اطمینان خاطر به دولت جمهوری اسلام و ما رو بخوابونید 80 ضربه شلاق بزنید. مهندس بازرگان میگه برای چی شلاق بزنیم اینجا؟ میگه برای اینکه ما دیگه غلط بکنیم توی این مملکت کارخونه بسازیم. نگاه کنید با اون تفکر متحجر مصادره‌گرا ما بورژوازی ملی رو در ایران ساقط کردیم. بله. بورژوازی تولیدی رو ساقط کردیم. اینا تا اینا کتابه، یعنی استاد دانشگاه تهران، استادای دانشگاه تهران این کتاب رو نوشتن. آقای دکتر من عرضم این است که متاثر از اندیشه چپگرایانه مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیست زده بوده، اون اتفاقات افتاده، یک علائم و نشانه هایی از اون هم هنوز به صورت پررنگ در قالب اقتصاد دولتی هنوز وجود داره. من یه نکته رو بگم بعد از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر مثال زدن اصل چندو، گفتن آقا در همه کشورهای مدرن همین اتفاق میفته. من یه عرضی دارم اونجا، اونجا اقتصاد دولتی آقای دکتر؟ نه، اقتصاد دولتی نیست، دولت دخالتی در اقتصاد نداره، دستور نمیده و مداخله نمی کنه، رگیولیشنه، یعنی در واقع دولت تنظیمگره. یه موقعهایی وقتی میبینه که این آزادی اراده داره از منطق بازار خارج میشه، یه جاهایی دخالت میکنه، بهش میگن رگیولیشن، در رگیولیشن، حالا در حقوق اقتصاد عمومی بحث است. دولت رگولیشن دیگه به صورت در باره اموال ناشی از دزدی جاری نیست. نه من مفهوم کلیشو عرض میکنم. ببینید ولی در جمهوری اسلامی، ولی در جمهوری اسلامی الان روالی که داریم میبینیم، چه در قالب اصل 49 چه در قالب مجازات های در واقع کیفری که محدود میکنه اموال رو، اموال در واقع از دسترس مالک خارج میشه. من میگم که اگر قرار هست که توسعه رخ بده، باید این روال و رویه هم در واقع تغییر بکنه دیگه. آقای دکتر شما میگید ساختار و هنجار قانون اساسی توسعه محور، معارضه ای نداره. من میگم روال و رویه چی؟ من متفاوت با این فرمایش شما بود. شما الان من مثال ها رو زدم دیگه، قانون مدنی ما، قانون تجارت ما. ببینید عزیز من، توسعه و زیست توسعه یافته نیاز به یک تربیت داره، نیاز به یک منش داره، نیاز به یک مدنیت داره، نیاز به یک بزرگی داره، نیاز به یک رواداری داره. ما اگر اینها رو داشتیم، اگر اینها رو ایجاد کردیم، این قانون اساسی رو هم در واقع می توانیم در اون مسیر تفسیرش بکنیم و اجراش بکنیم. یعنی منوط هست به اراده حاکم، منوط هست به اراده همه مردم، منوط هست به این که در واقع جامعه اصلا اینجوری بخواد و اینجوری بشود.
دقت میکن؟ بله، حاکمان هم که از کره مریخ نیومدن، حاکمان هم از دل همین جامعه برخواستند، منتها بنا به اون تربیت خودشون، بنا به اون خوی و خصلت خودشون، در بسیاری از موارد به گونه‌ای رفتار کردن که ما الان داریم میگیم آقا این رفتارها مبتنی بر قانون اساسی و آرمان‌ها و نظریه‌های حق مدار و انسان مدار قانون اساسی نیست. حالا سخن من چیه آقای دکتر بهیا؟ سخن من اینه که ما برای اینکه توسعه رو ببینیم در ایران، شاهد توسعه باشیم در ایران و شاهد اون ظلم‌های اسفناکی که به اصطلاح آقای دکتر پازوکی بهش اشاره کرده نباشیم، باید چه کار بکنیم؟ من به نظرم یکی دو تا کار رو باید بکنیم. یکی این که دیگر پذیر باشیم. جامعه ما در واقع دوچار یک نوع اگویسم شده، دوچار یک نوع خود مرکز پنداری شده. هر کسی دوتا کتاب میخونه فکر میکنه که این دیگه به حق واصل شد و مطلق حق در اختیار اوست. ببین راهش اینه، راهش اینه که همه ما، همه طیف‌ها، همه جریان‌ها یه جوری در واقع رفتار بکنیم، یک جوری سخن بگیم که اون طرف مقابل هم بتونه حضور داشته باشه، بتونه در واقع امکان زیست و امکان بودن در واقع براش فراهم باشه. الان شما هر طیفی رو که نگاه میکنی در ایران داره همینجور. شما ببینید ما که منتقد اقتدارگرایان حاکم هستیم، کسی فکر نکنم در این شکی داشته باشه و بارها هم اونها رو مفصل توضیح دادیم، اونها هم البته شمشیرهاشون رو به سمت ما روانه کردن و خلاصه آسیبهاشون رو به ما رسوندن. اما مشکل جامعه ما که فقط این اقتدارگراها نیستن، که فقط اون جاهلین متنسکی که اشاره کردید که نیستن، که مشکل ما الان اینه که شما مخالفین حکومت رو هم که نگاه میکنی میبینی والا اونا هم از این رفتارا دارن. آیا شما در مخالفین حکومت یا حداقل در طیفی از مخالفین حکومت که دنبال حکومت‌های فردگرا هستند بیشتر، آیا در اینها مدارا، رواداری، دگرپذیری می‌بینید؟ تصاویری رو من اخیراً دیدم از توهین‌ها و تهدیدها و تحقیرهایی که نسبت به برخی از رای دهندگان و هموطنان ایرانی که بنا به اعتقادشون رفته بودن رأی بدن تو خارج اعمال میشد. تو همین انتخابات اخیر به هر حال ما نسبت به هم دیگه چقدر روادار بودیم؟ آیا تحریم کننده انتخابات اون شهروندانی رو که میخواستن مشارکت کنن رو روادارانه به اصطلاح نگاه کردن؟ آیا مشارکت کنندگان و من مشارکت کننده در این انتخابات به اون عزیزی که شهروندی که تحریم میکرد نگاه انسانی، روادارانه و اخلاقی داشتم؟ ببینید مشکل ما اینجاست. یعنی اگر ما روزی به این مرحله رسیدیم که آقا نسبت به هم دیگر به ویژه در عرصه عمومی و عرصه مربوط به امر سیاسی و امر عمومی روادار باشیم، ما یعنی فرهنگ عمومی ما هم مجموعاً با توسعه خیلی سازگار نیست. دقیقاً. خب حالا این یک قسمت از سخن من. قسمت دومی که دقیقاً برمیگرده به پرسش شما اینه، مسئله انجماد ذهنه، مسئله سنگوارگی ذهنها و روش هاست.
ببینید نیاکان ما در سال 1285 علی رغم اینکه آقای دکتر پازوکی هنوز سواد عمومی بسیار پایین بود، اکثر جامعه بی سواد بودن، نمیدونم اصلا شاید مدرسه ای هم نبود اون موقع، مدارس نو، دانشگاهی هنوز تأسیس نشده بود اون موقع، ولی نیاکان ما اومدن قانون اساسی مشروطه رو نوشتن، تصویب کردن در یک انقلابی که خیلی هم خونین و خشن نبود. فکر نمی کنید این اتفاقی اتفاق بزرگی بود؟ حالا شما میگید آقا قانون مدنی ایران الان دموده است، ولی من میخوام خدمت شما بگم که سال 1307 دیگه، نه سال 1307 که خلاصه در اردیبهشت 1307 که این قانون مدنی تصویب شد، آقای خیلی قانون پیشگامی بود. بود. بله، همین الانش هم بسیاری از اصول موادش به نظر من قابل اتکاست. اما فاجعه کجا رخ داده؟ فاجعه اونجایی رخ داده چه درباره قانون مدنی، چه درباره قانون تجارت، چه درباره قوانین کیفری و چه درباره انواع حوزه‌های دیگر. فاجعه اونجایی رخ داده که انسان ایرانی هنوز در سال 1307 مونده. انسان ایرانی در واقع گاهی اوقات از سال 1285 به عقب‌تر برگشته و اون فهم رو در قانون هم جاری و ساری می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما شجاعت تغییر رو از دست دادیم آقای دکتر پازوکی. ما به انسان‌های ترسویده برای در واقع پویش، برای جهش، برای تغییر تبدیل شده ایم. ما به انسان‌هایی تبدیل شده ایم که هنوز می‌ترسیم که قانون تجارتمون رو دگرگون کنیم، قانون مدنی خودمون رو دگرگون کنیم. خب بله، شما وقتی به هر دلیلی تبدیل بشی به یک انسان ترسو، طبیعی است که می‌روی به اون برداشتی که اقتدارگرای شجاع از قانون اساسی ارائه میده و به شما تحمیل میکنه، شما به اون برداشت تن میدی. به همین خاطره که در واقع من معتقدم آقا اصلا بیایید خیلی سنگ بزرگ بر نداریم که ساختار رو دگرگون کنیم، قانون اساسی رو نمیدونم ویران کنیم. نه بابا، بیایید بچسبیم به اصول قابل دفاعی که در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، در چارچوب این اصول یک تفاسیر انسانگرا، یک تفاسیر اخلاق مدار، یک تفاسیر 100% عقلانی. اصول غیر قابل دفاع چیه آقای دکتر؟ اصل 44. اجازه بفرمایید. یک در واقع تفسیر آینده نگر، یک تفسیر مترقی از اصول قانون اساسی ارائه بدیم، به تدریج زمینه بازنگری در قانون اساسی رو هم فراهم بکنیم، اون سازه‌های ناساز و نامترقی رو که در قانون اساسی وجود داره و منم آقای دکتر اینا رو در یک کتاب خیلی کوچولوی تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی، همنشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی، تو این کتاب اینا رو آوردم سالها پیش. بیاد. پس شما خودتون به بازنگری اعتقاد دارید، یعنی بازنگری باید رخ بده. ولی الان شما که خودت بهتر از من میگی. ولی الان دفاع شما، من از چی دفاع میکنم؟ از اصولی است که صرفاً فهمی کلی از امکان اتخاذ سیاست‌های توسعه محور از قانون اساسی ارائه میده. من میگم که نه، در مقام الان میخوایم تصمیم بگیریم قانون اساسی رو، میخوایم دولت تصمیم گرفته سیاست‌های کلی رو تغییر بده،
بگه آقا این سیاست‌های کلی در ریل توسعه نیست. مثال عرض می‌کنم این قانون اساسی به زعم حضرت عالی اشکالاتی داره دیگه، فراوان اشکال خب، داره. عرض من همینه، من می‌خواستم به همین جا برسم که آقا این قانون اساسی مشکل داره. الان سوالم از حضرت عالی نمی‌دونم، اما مشکلش اون نیست که شما میگی مشکل. ببین شما داری میگی آقا این قانون اساسی مطلقاً به درد توسعه نمیخوره. نه من نمیگم اصلا اینجوری. برخی ها دارن میگن این قانون بسیار عالی. برخی ها دارن میگن این قانون اساسی مطلقاً به درد حق و آزادی نمیخوره. برخی ها دارن میگن این قانون اساسی مطلقاً به درد توسعه نمیخوره. آقا من این حرفو قبول ندارم. من معتقدم که از قضا تمام بدبختی هایی که سر ایرانی اومده و در واقع ما رو شکست داده. ببینید ما ایرانی ها انسان های در واقع نیکندیشی هستیم، یعنی انسان هایی هستیم که سابقه تمدنی بزرگی داریم، آرمان های بسیار خوبی هم داریم، اما همش شکست میخوریم. آقای دکتر انقلاب مشروطه ما شکست خورد، انقلاب استقلال و آزادی و جمهوری ما شکست خورد. چرا؟ اصلا دقیقاً به خاطر اینکه هر کدام از ما فکر میکنیم که متصل به خداییم، هر کدوم از ما فکر میکنیم که حق مطلقیم. سلطنت طلب رو بری سراغش میگه ببین حق مطلق از آن من پهلوی گراست. هوادار جمهوری اسلامی رو میگه آقا این بهترین نظامه و دیگه هیچ ایرادی نیست، سکولار، لایق، جمهوری خواه. من همه خودم رو و همه در واقع هموطنانم رو دعوت میکنیم که یه پله بیاییم پایین تر، یه مقدار فروتنی پیشه بکنیم و در واقع این امکان رو برای دیگری هم قائل باشیم که او هم بهره ای از حقیقت رو به اصطلاح برده باشه. و تنها با این روش هست که ما میتوانیم. و نکته دیگه، از خراب کردن دست بکشیم. ما چندین بار خراب کردیم به جایی نرسیدیم. اجازه بدهید این دفعه، یعنی جامعه این بار از در آبادی وارد بشه. ابتدا قانون مدنی رو آباد کنید، قانون تجارت رو آباد کنید، قانون کیفری رو، قوانین کیفری رو آباد کنید، قوانین مربوط به دادرسی های اداری رو آباد کنید، قوانین مربوط به احزاب رو آباد کنید، قوانین مربوط به دانشگاه ها رو آباد بکنید که در دانشگاه دیگر استادی از بالا به دانشگاه تزریق نشود، استادی با اراده بالایی ها از دانشگاه اخراج نشود، به دانشجویی به خاطر در واقع انتقاد حکم اخراج بهش ندن. آقا اینا درست بشه من به نظر من. خب آقای دکتر در واقع حضرت عالی آنی که باید بگویید در آخر بحث فرمودید که قانون قوانین اساسی و عادی ما خب ایرادات و اشکالات متعددی داره و مادامی که این ایرادات و اشکالات برطرف نشه حرکت در مسیر توسعه حداقل این که با سنگلاخ مواجه است. خب ممنونم آقای دکتر گرجی، خیلی زحمت کشیدید، وقت طولانی در اختیار برنامه معیار حقوق اساسی قرار دادید و تلاش کردیم به تبیین موانع حقوقی توسعه در ایران بپردازیم. بدون هیچ تردیدی هدف از این بحث اصلاحات درون ساختاری است و اصلاحاتی که نهایتاً کشور رو در ریل توسعه انشاءالله قرار بده. آقای دکتر پازوکی از حضرت عالی هم تشکر میکنم، وقت زیادی در اختیار ما قرار دادید. سوال آخر من در واقع مشخص و معین آن است که تکلیف توسعه در ایران با توجه به ایرادات ساختاری هنجاری که مطرح شد، هم از حضرت عالی مطرح کردید هم از آقای دکتر ما خواستیم توضیح دادن، تکلیف توسعه در ایران چه خواهد شد؟ بالاخره الان ما باید در مسیر توسعه قرار بگیریم، این یک واقعیت غیر قابل انکار، ولی ما هنوز روی مبانی بحث
مشکل داریم، یعنی آنانی که باید توسعه رو پذیرا باشن و در قالب قانون و قضا و اجرا دنبالش بکنن، اونها خیلیشون میگن آقا چرا شما از کلمه توسعه استفاده میکنید؟ بریم سراغ الگوی پیشرفت، بریم از درون دین و فقه و از اسلام در واقع الگوهای توسعه رو استخراج کنیم. آیا این امکان پذیره؟ ممنون میشم پاسخ بدید. من با یک جمله پاسخ شما رو بدم. ما با یک مدیریت سنتی نمیتوانیم یک جامعه صنعتی رو اداره کنیم، دچار پارادوکس میشیم. ما حق جامعه ماست که به توسعه برسه، ولی ما باید بدونیم با روش‌های سنتی، با روش‌های دوران قبل از انقلاب صنعتی، ما نمیتونیم مدیریت صنعتی و مدیریت پس از انقلاب صنعتی رو به دست بیاریم. بنابراین من میخوام این نکته رو بگم، برگردم به تعریفی که از توسعه کردم. توسعه فرایندی است که ما رو از اون زیست سنتی به زیست عقلانی هدایت میکنه. هر عاملی که باعث بشه که عقلانیت، خرد، اندیشه به کنار بره، قطعا محکوم به شکست. و من فکر میکنم جامعه ما، به خاطر همین من از عبارت توسعه نیافته استفاده نمیکنم، در حال توسعه است. یعنی جامعه ما و اصلا جامعه جهان، یعنی کشورهایی که توسعه پیدا نکردن، ما تحت عنوان کشورهایی در حال توسعه در ادبیات اقتصادی از اینها یاد میکنیم، اینها در حال تحولن و امکان نداره. یعنی اون تفکر واپسگرای متحجر همین امروز وقتی در خصوصش کتاب نوشته میشه، نکن شما تو همین جمهوری اسلامی عرض کردم راجع به مصادره های غیر عقلانی، راجع به مصادره های خیلی جالبه، من این نکته رو اضافه کنم، ما همین الان در جمهوری اسلامی اومدیم به طرف وام دادیم، طرف اومده یه سوله ساخته توی جاده تهران سمنان، بقیه پول از کشور خارج کرده. اینا فرمودید شما الان برید ببینید، شما ترکیه، اسپانیا، کانادا، امریکا، بعضی از ایالتاش، اینها بیوریلیز، اینها آباد شده. یعنی دلار این مملکت که باید کارخونه ساخته میشده توی این مملکت، باید تکنولوژی وارد این مملکت میشده که بهره‌وری رو در اقتصاد ملی بالا ببره، که یه رشد پایدار در این اقتصاد اتفاق بیفته، این دلارها تبدیل شده به کاخهایی در سواحل اقیانوس ها. چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل اینکه ما با تفکر سنتی و واپسگرا خواستیم یک جامعه صنعتی و توسعه یافته بسازیم. بنابراین من جنبندیم اینه که جامعه ایران به سمت توسعه است و اون الگویی که شما میگید اصلا وجود نداره. من خواهشم اینه، تو بودجه برید ردیفی گذاشته بودن میلیاردها تومان، همین دانشگاه شهید بهشتی پول گرفت، اون معاون اول آقای احمدی نژاد یه ردیف بودجه براش گذاشتن تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. هیچ جد درونش شما برید پنج صفحه بدید من بخونم سوادم بیشتر بشه. نگاه کنید با حرف، با شعار اینا رو تاریخ می نویسه. یا کن وقتی من میگم مصادره های نامطلوب رو امروز کتاب هایی در همین جمهوری اسلامی نوشته شده و همین ما که تو این زندگی میکنی که اینا رو نفی میکنه، معمولا اینطور اتفاقات بعد از سقوط سیستم ها اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم تفکری که توسعه رو پذیرا نیست، تفکری که پیشرفت این کشور رو پذیرا نیست، محکوم به شکسته و این تفکر نمیتونه الگو باشه در جهان. نمونهش هم میبینیم، یعنی الان شما در تحولات جهانی ببینید، حالا من مسائل سیاسی رو بلد نیستم، در تخصصم هم نیست، ولی الان قطر کوچولوه که به اندازه شهر قم نمیشه، قطر در تحولات جهانی منطقه خاورمیانه در نقش بازی میکنه. بازی های الان جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه بازی های در حد جام جهانی، حتی بازی های آسیایی رو در تهران برگزار بکنه. حتی نقشش درباره مسئله فلسطین شاید پررنگ باشه. نه قطعا پررنگ نسبت ایران. حالا بنابراین من میخوام این نکته رو عرض بکنم، ما راهی نداریم جز اینکه به سمت توسعه بریم، ولی مشقت رو داریم. یا کن امروز بزرگترین دشمن توسعه ایران جهالته. به قول فرید هالیدی، این خاورمیانه شناس، جمله زیبایی داره. وقتی ما انقلاب میکردیم، جوان بودیم،
17 سال اون بود، سال 57، جمله فوق العاده زیبایی به اصطلاح استاد علوم سیاسی و انگلیسی داره، میگه در سال 1979 جوانای ایرانی میدونن چی نمیخوان، یعنی تحکم نمیخوان، حکومت سلطنتی مورسی، ظلم نمیخوان، ولی نمیدونن چی میخوان. نگاه کنید، نمیدونن چی میخوان. ما الان دچار اون داستان شدیم. شما الان کسانی که یک سیلی برای این انقلاب نخوردن، کسانی که کوچکترین نقشی در تحولات انقلاب 1979 ایران نداشتن، ولی میبینید اینها به منصبهایی رسیدن و محدود کردن تفکر به اصطلاح توسعه خواه. من فکر میکنم، من جمله آخری اینه که من آینده ایران رو خیلی خوب میبینم، خصوصا با تحولاتی که در نسل جوان به دلیل اون آگاهی. ما امروز دیگه کسی نمیتونه، نکنه یکی از عوامل توسعه خانواده بود. ما بچه ها نه در محیط منزل اگه سوال میکردن مورد تحکم پدر و مادر قرار میگرفتن، در مدرسه اگر سوال میکردن مورد تحکم معلم قرار میگرفتن، تو جامعه میومدن همینطور. ولی امروز خوشبختانه نسل جدید، که من این رو نسل توسعه مینامم، به نظر من در حال تحوله و همه اینها خواهان تغییرن و این تغییر رو من به سمت توسعه ایران در واقع قلمداد میکنم و خیلی به آینده امیدوارم. خیلی متشکرم آقای دکتر. فرمایش پایانی. بله، من هم امیدوارم به نسل جوان، نسل جدید، چون اساساً اینها جوانانی هستند که از ماها شجاع‌ترند، از ماها تحولگراتر هستند، در بازندیشی نسبت به خیلی از تابوها جسورتر از افرادی مثل ماها هستند. بنابراین من معتقدم که این جوانان ایران رو خواهند ساخت و شکی در این وجود نداره. اما چیزی که در پایان این گفتگو من میتونم عرض بکنم این هست که مشکل ما بدزمامداری است. ما باید تلاش بکنیم بدون اینکه دست به ویرانگری بزنیم. ما تفکر ویران کردن رو کلن باید از ذهن ایرانی پاک بکنیم، بدون اینکه دست منظورتون انقلاب، بدون اینکه دست به ویرانگری بزنیم، باید ریشه هر نوع اندیشه بدزمامداری رو کنار بگذاریم در کشور و به تدریج شیوه های حکمرانی خوب، حکمرانی عقلانی رو در حقیقت در کشور در همه عرصه ها، آقای دکتر، هم عرصه های اقتصادی، هم فرهنگی، هم منابع انسانی، هم قدرت و سیاست، حکمرانی خوب رو تلاش بکنیم در همه عرصه ها حکمرانی خوب و عقلانی رو پیاده بکنیم. ببینید اگر این اتفاق بیفتد و در چارچوب همین قانون اساسی و در چارچوب گفتمان عقلانی سازی نظام زمامداری اگر قانون اساسی رو بازنگری بکنیم، اون فجایعی که در حوزه اقتصاد رخ داده دیگه رخ نمیده، فجایعی که در حوزه به اصطلاح دانش و دانشگاه، فرهنگ و اینا رخ داده دیگه رخ نخواهد داد. ببینید نکته‌ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که شما با خیلی از زمامداران هم صحبت میکنید، اینها اکثر وقتا نمیگن ما ضد توسعه هستیم، نمیگن ما ضد پیشرفت هستیم، ولی در حقیقت اون مسیری رو که طراحی کردن ضد توسعه است، اون دیدگاهی که اعمال میکنن ضد توسعه است. بنابراین ما باید در این زمینه گفتگو بکنیم، انشالله که انشالله روزهای بهتری رو داشته باشیم. خیلی متشکر از آقای دکتر پازوکی، از آقای دکتر گرجی، از شما بیننده و شنونده محترم این برنامه هم تشکر میکنم. سلسله مباحث مربوط به توسعه اقتصادی در ایران و البته پیش شرط ها و بسترهای لازم برای تحقق اون
انشاءالله در قالب این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و همه شما عزیزان رو به پیگیری این برنامه ها دعوت میکنم. خیلی متشکر. دست هر نگهدارتون.